سلام دوستان، فراز هستم و با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به زندگی شخصی و هنری شهریار قنبری، ترانه سرا و خواننده قدیمی و مشهور کشورمون میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. شهریار قنبری سالهای پیش رو در اندوه از دست دادن همسرش به پایان برد. اما درگذشت همسر نه تنها بر نگاه ترانه سرای صاحب نام بر ترانه هایش تأثیر گذاشت، حتی موجب شد تا اون رو برون بداره که آستین بالا بزنه و در قامت یک کنشگر اجتماعی برای بستگان بیماران مبتلا به سرطان بکوشه. حالا اون در ابتدای تأسیس بنیاد یا انجمنی به این منظوره و میگه در این باره با داریوش خواننده سرشناس هم که مدت هاست در زمینه پیشگیری از اعتیاد بنیاد آینه رو راه اندازی کرده گفتگوهایی هم داشته. شهریار قنبری زاده 6 مرداد 1329 در تهران، شاعر، ترانه‌سرا، آهنگساز، نمایشنامه نویس، فیلمساز، روزنامه نگار، برنامه ساز رادیو و تلویزیون و آوازخوان ایرانی. شهریار فرزند حمید قنبری صداپیشه و خواننده ایرانی. گاه نام وی به اشتباه شهریار گفته میشه. شهریار قنبری در سال 1329 در خانواده ای اهل هنر به دنیا اومد. کار ادبی رو از نوجوانی آغاز کرد و در اون زمان برای نشریه اطلاعات کودکان داستان کوتاه مینوشت. گاه اشعاری هم می سرود. سپس برای ادامه تحصیل در رشته ادبیات به کمبریج رفت. شهریار بعد از بازگشت به ایران سرودن ترانه رو آغاز کرد و نخستین ترانه اون رو گوگوش با عنوان ستاره آی ستاره اجرا کرد. یکی از ترانه های بعدی این دو دیگه اشکم واسه من ناز میکنه نخستین ترانه شهریار بود که از رادیو پخش شد. شهریار قنبری به دلیل نوآوری در واژه و مضمون سرآغاز ترانه مدرن فارسی بود. این نکته رو شاعرانی نظیر اردلان سرفراز تایید کردند. همکاری شهریار و واروژان در حقیقت شروع دوران دیگه از زندگی هنری وی بود. نخستین ترانه این دو با عنوان بوی خوب گندم با اجرای داریوش خواننده معترض ایرانی باعث شد تا این خواننده، آهنگساز و شاعر هر سه به زندان بیفتند. طی سالهای بعد شهریار با خوانندگان مشهوری نظیر داریوش، ستار و ابی همکاری کرد. خودش گفته در 18 سالگی با ستاره آی ستاره و دیگه اشکم واسه من ناز میکنه به ردای ترانه میرسم. ترانه شناسنامه من میشه. 19 سالگی من ترانه یه قصه دو ماهیه. سرآغاز ترانه یه نوین ایران زمین. و از اون پس اگه بمونی قصه یه بره و گرگ، حرف، نفس، هجرت، جمعه، مرد تنها، هفته یه خاکستری، آوار، نجواها، کودکانه و چند صد ترانه. در 25 سالگی فیلم سینمایی شام آخر رو با بازی پرویز فنیزاده می نویسم و کارگردانی می کنم. بیش از اون هم در فیلم خانه خراب کار نصرت کریمی بازی کردم. بیش از هجرت هم فیلم موزیکالی به نام پاییز ایستگاه آخر برای تلویزیون ساختم که هرگز پخش نشد. در کنار سیمین بهبهانی، فریدون مشیری، یدالله رویایی و عماد خراسانی عضو شورای ترانه های روز رادیوی ایران شدم. پیش از ترک وطن یک مجموعه شعرخوانی به نام یک دهان آواز سرخ منتشر شد. در این سالها دو کتاب منتشر کردم. درخت بی زمین، دریا در من و 6 آلبوم دیگه با صدای خودم. قدغن، سفرنامه، برهنگی و غیره و بیش از 6 ساله که یک برنامه رادیویی به نام قدغنها رو دارم. کاری به عنوان غزل نمایش رو روی صحنه بردم. 13 آگست 1999 هم به عنوان شاعر و ترانه‌خوان ایرانی در جشنواره جاز سن‌خوزه که از مهمترین جشنواره‌های موسیقی آمریکاست حضور یافتم و چند ترانه به زبان‌های فارسی، انگلیسی و فرانسه خوندم که تجربه درخشانی است و پنجره دیگه بر منظره‌های تماشایی‌تر. شهریار قنبری ترانه‌سرایی را از 15 سالگی آغاز کرد. وی در دهه 60 به انگلیس سفر کرد و در سال 1968 در گروه‌های موسیقی پاپ شرکت می‌کنه. در تظاهرات اعتراض به جنگ ویتنام در سال 1968 در لندن شرکت کرد و از اون پس بی‌تردید ترانه‌سرایی رو برمی‌گزینه.
بعد از بازگشت به ایران کارش رو با نوشتن برای هفته‌نامه‌های مختلف و خبرنگاری آغاز کرد و در عین حال برای رادیو تهران برنامه ی آوای موسیقی رو تهیه کرد. فعالیت وی در تلویزیون با گویندگی و ترانه‌نویسی برای برنامه تلویزیونی زنگوله‌ها که کارش کشف صداهای تازه در تلویزیون بود، در کنار شادروان واروژان، پرویز عطابکی، بابک افشار، اسفندیار منفردزاده، ایرج جنتی عطایی، تورج نگهبان و منوچهر سخایی تهیه کننده اون برنامه رو آغاز کرد. شروع فعالیت ترانه سرایی اون در سال 1348 یعنی در 18 سالگی با ترانه ستاره آی ستاره با صدای گوگوش در استودیو تنین بود. در 19 سالگی فعالیتش رو گسترش داد و ترانه های بسیاری رو برای گوگوش، داریوش، ابی، فرهاد و خواننده های مشهور اون زمان سرود که قصه دو ماهی، بوی گندم، سقوط، همیشه غایب و اگه بمونی از اون جمله. شهریار در ایران پیش از انقلاب نخستین مجموعه شعرخوانی خودش رو به نام یک دهان آواز سرخ منتشر کرد. شهریار قنبری در مورد خودش میگه در دهه 60 میلادی به بریتانیای نچندان کبیر میرم. اوج ترانه بیدار رو شهادت میدهم. همه رو میبینم و یاد میگیرم. سال 1965 شد. نوجوانی من در موسیقی پاپ گره میخوره. سال 1968 سال اعتراض به جنگ ویتنام. در تظاهرات بزرگ لندن شرکت میکنم و همه رو میبینم، همه رو میخونم و همه رو میشنوم. دیگر تردید ندارم که شاعر خواهم شد و ترانه خواهم نوشت. به ایران برمیگردم و در نشریه‌های هفتگی می‌نویسم. برای رادیو تهران صبح‌های جمعه برنامه‌هایی به نام آوای موسیقی می‌سازم. در تلویزیون گوینده و ترانه‌نویس برنامه زنگوله‌ها می‌شوم. او در مورد همکاری مجدد با خواننده‌هایی چون ابی گفت خود من همیشه آمادم برای کار کردن. چه بهتر این که با کسی کار کنی مثل ابی که صاحب صدای استثنائیه و با هم در گذشته هم کار کردیم. معلومه که دوست دارم دوباره کار کنم، ولی ترجیح میدم که اگه پیش اومد جوری پیش بیاد که برای هر دومون خوب باشه. همه کارهای من برگرفته از زندگی خودمه، از نخستین کارم تا غزل صدا که آخرینشه. اهمیت غزل صدا در اینه که من چند سالی روش کار کردم و چند سالی هم آماده بود. یعنی از 2014 همینطور خورد خورد آماده شد تا 2016 که دیگه وقتی دیدم غزل بانویم داره کم و کم و کم میشه، دیدم تا هنوز وقت هست منتشرش کنم. چون یه جوری نمیدونم چرا یه حسی در من بود که انگار حالا حالاها میخوام نگهش دارم برای خودم. چون شاید خیلی عزیز بود برام. چون وقت گذاشته بودم روش. چون بعد از تجربه سفرنامه یک تجربه خیلی خیلی عجیب رو کسب کرده بودم. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر به برنامه های ما علاقه مندید میتونید در زیر همین ویدیو با سابسکرایب کردن عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.